محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و دو تن دیگر از همدستانش به حبس ابد محکوم شد. بیش از یک سال از رسیدگی دادگاه مصر به پرونده محمد مرسی می‌گذرد و تا کنون 92 جلسه در این باره برگزار شده که 34 جلسه آن به ارائه مستندات پرونده اختصاص داده شده است. این دادگاه همچنین محمد بدی رهبر اخوان المسلمین و تعدادی دیگر از رهبران این گروه از جمله رشاد البیومی، سعد الکتانتی، محی از سید احمد و اسام الوریان را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. اخوانی ها پس از به قدرت رساندن محمد مرسی در کشور مصر شیعیان این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار دادند و شیخ حسن شهاته از علمای شیعه و به نام این کشور را به شکلی فجی به شهادت رساندند شیعیان در مصر حتی پس از برکناری محمد مرسی که دشمنی آشکاری با شیعیان داشت هنوز تحت فشار هستند و از سوی های تندرو مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. اما شهادت شیخ حسن شهادت موجی جدید از رواج مذهب حقه تشیع را در مصر به همراه داشته است